و بعد از مدت‌ها شاهین نجف. سلام بچه ها، خیلی خوش اومدید به مدبس کانال خودتون مدبکس چشو چادم فامیل عزیزم. خیلی میگن به ما چرا به شاهین نجفی ریاکشن نمیدید، ولی ظاهرا از پلیلیست خفن ما خبر نداره که اکثر کارهای شاهین که اینقدر کاری نمونده، تک و توک مونده که دیگه که مثلا اون دو سه تا هم بگیریم دیگه کلا تمامه. آره اون دو سه تا هم حتما باید بگیریم که میگیریم، ولی اکثر رفتیم. آره. اینه که سعی میکنیم که چون هم خودمون دلمون تنگ میشه برای ریاکشن بشوین و هم که شما دوست داریم باز در کنار هم چیز جدید هم داشته باشیم، میریم سراغ کنسرت ها که میگیم. و یکی که خیلی بچه هم تو حتما برین خیلی خفنه، چون با بابک امینی عزیزه اجرای شاعره. آره. چشمایته. شاعره چشمایته بریم ببینیم که گوش میدیم. لینکی که فرستادین از البته خود پیج کاناله در واقع شاهین نجفی در یوتیوب گوش بدیم ببینیم داستان چیه. برو بریم. قطعش کردی؟ چه گرفت داری شد؟ بابا دارم صداشو کم میکنم. آرائیفلا چون از اونجا میتونه همه چی کنترل کنه و اینه که من یه موقعی من راستو اون تراشه را ایلان ماسک کار گوش واسه میگم خدایا این چرا قطع میشه؟ ایراد فنیه. بعد نگاه میکنم آرائیفلاست. میشود بی هدف به راه افتاد، تو اگر یارو هم سفر باشی می شود خنده زد به غم، تو اگر خیره در چشم های تر باشی که در اینجا نگاه ها سردن. می توانم نجات بنویسم هر شب از خنده هات بنویسم، شاعر چشم ها باشم و تو خالق صاحب اثر باشی. بازم هر موقع گوش میکنی یکی بهترین ترکای آلبوم داره برات. آره حرف نداره، صاحب اثر باشه. خیلی زیبا. و بابک امینی هم که دیگه یکی از اساتید خفنه. آره. گیتاره و خیلی کنسرت جالب و عالی بوده. پشمای تو شاعرم کردم، میتوانم شرورتر باشم، یک قشون گرچه یک نفر باشم، رو به صد نیزه بی سپر باشم، تو اگر کوه پشت سر باشی که مهم نیست لشگر آوردن، میگذارم که در بزند، سار از آشیان پر بزند، باغبان هم به من تبر بزند، تو که سازنده تبر باشی. واقعا ما انگوش شمار آرتیست داریم که اینقدر لایف پرفورمنسشون به کیفیت استودیوشون نزدیک باشه، یعنی در همون اندازه باشه و این همه و این همه ساز زنده روی سه نواخته بشه. واقعا و یعنی خب مثلا داریم خیلی سازا پخش میشه. آه. چند تا ساز زده میشه، یعنی یه ارکستر کامل چیده باشه. تو نباشی درخت ها زردن، مثل خورشید سر بر آوردی، میروی تا دوباره برگردی، از پس شب طلوع خواهی کرد که خودت علت سحر باشی. هم از راه رفته برگردم.
یه چند تا چیز اینجا بگم. یکی این که من خیلی چون که لیریک محورم خیلی خیلی اون اثر اولیه که میشنوم برام مهمه، یعنی اون تحریرایی که استفاده میشه نوتا قشنگ میره تو مخم، گوش موسیقی من اینطوری سیف میکنم برای خب هم. برای همین اجرای لایوی که میرم وقتی تنظیم تغییر میکنه 80% مواقع میخواد تو ذوقم خب تنظیم جدید گوش میکنم، ولی شاهین همیشه توی اجراش تنظیمای جدید داره و خیلی خوب اصلا تو ذوق من، چون که خیلی استاندارد این کارو میکنه دقیقاً. بعد میبینیش کار میکنه، بعد اونجا بابک امینی رو میبینی نشسته، خب میدونی خیلی متفاوته، متوجهم تو چی رو میگی، اخلاق خودم میگم. آره، وقتی چون صدای جدید دقیقا. نوت جدید گام جدید میشنم خب. یو هنگ میکنم و میخواد تو ذوقم. آرتیستای بزرگ مثلا تو متالیکا که میری مثلا خب لایوشو مرتون رفتیم دیگه، وقتی میبینی تنظیما متفاوت از ولی چقدر نسخه استودیو ولی چقدر خوبه آفر. وقتی که میبینی آرتیستا کار کنن حرفه‌ای روی در واقع پروژه این اتفاق میفته دیگه، و این اینطوریه که آدم میپسنده. من اینجوری دوست پرفورمنس لایو اینجوری باشه دیگه. اگر این احتمال امکان داشت یا که میشد به هرچه ایمان داشت با دوتا چشم ناب معجزه گر بله میشد پیامبر باشی بله میشد چه تاکید قشنگی بله اصلا آلبومی که این آلبوم کاملا از عشق و از زوایای مختلف بررسی کرد، آلبوم کامل بررسی کرد، این فامیل هم سر اصلا همه دیدن بله. ولی این ترک اوج عشق داره خیلی اصلا حرف نداره. پیغمبران همه مردند تو که دانای کل هر متنی، تو که معنای سلطه بر شعری، پس بعید است از غم این متن، از غم شعر بی خبر باشی. بی تو این واژه ها پر از دردند. ای که بالت در آسمان مسلوب، ای سکوت تو دشمن آشوب، تو یا هوش خود اسیرم کن که در این حبس بال و پر باشی. همه دنبال سنگ می گردم، همه دنبال سنگ می گردم، تو بیا تو این حبس بال و پر باشی. خیلی خوشگل. چقدر اینجا رو دوست داشتم، این صدا بغضالود کرد یه بار دیگه. این دیتیل ها رو خیلی خوب رعایت میکنه، این قشن حس رو متقنه میکنم. آره همه دنبال سنگ میگردم، اون استرابه که همه هم با سنگ میگردم. میتوانم شرورتر باشم، یک خوشون گرچه یک نفر باشم، رو به صد نیزه بی سپر باشم. تو اگر کوه پشت سر باشی که مهم نیست لشگر آوردن، میگذارم که در بزند، سار از آشیان بر بزند، باقبان هم به من تبر بزند. تو که سازنده تبر باشی، تو نباشی درخت ها زردن. بله بله. بکنم کلا این اجرا رهبر ارکستر بود، یعنی رهبر اجرا چیز بوده، خود بابک امینی عزیز بوده و این اجرا کانادا ایشتا نکنم بود چیزی که زده بود، فکر میکنم اونجا بود اگه اشتباه نکنم.
بچه واقعا دلنشین اجرای لایو شاهی. بله واقعا فره. البته خب حالا مثلا اینجا چون که بابک امینی بود و یه مقدار حالا ساز آکوستیک می‌زد فلا اینا، ولی کلا اجراهایی که حالا یه پرفورمنسی، یک داستانی، یک رقصی، یک حالت نمایش طوری نمایشی استفاده میشه اونا خیلی باحال. امیدوارم که فکر نمی‌کنم شاهی نسان کشورهای اطراف بذاره ما فقط شانس نه متاسفانه که مثلا یه جایی مثل ترکیه اینا نمی‌تونه خب نمی‌تونن بذاره واقعا چه احتمالی که کشور ترکیه اجرا بذاره احتمالا دیگه در کانادا یا آمریکای اروپا میبینیم دیگه و خیلی مالی. میدونم یه چند ترک مونده که دوستان آنها براتون تحلیل کنه، اونا فکر کنم حالا زیر این ویدیو بنویسید تا به شاید میپردازیم. فامیل عزیزم هر جای دنیا که ما رو ببینید خیلی زیاد از خودتون مراقبت کنید. خیلی دوستتون داریم. خداحافظ.